روزهایی که درجه حرارت بالاست، آلودگی هوا و به دنبال اون حمله های آسم و تنگی نفس تشدید میشه. <تصفح> <تصفح> تکرار حمله های آسم به معنی غیبت بیشتر از مدرسه و محل کار و به معنای بالا رفتن سرسام آور هزینه های خدمات بهداشتی است. اما از همه مهمتر رنج و نگرانی بیمار و اطرافیان اوست. دکتر مارتی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته اول ماه آوریل با پزشکان و متخصصان بهداشتی در دانشگاه هوارد در واشنگتن ملاقات و درباره تغییرات آب و هوایی و تهدیدهای فضاینده ناشی از آن بر سلامت مردم دنیا گفتگو کردند. مجموعه بزرگی از عوامل و شاخصهای ملی بهداشتی به واسطه این تغییرات دچار آسیب شدند. در این گفتگوها تاکید شد که افزایش دمای کره زمین و جاری شدن مکرر سیل موجب آلودگی آب به فاضلاب و گسترش بیماری های عفونی شده است از سوی دیگر حشرات ناقل بیماری ها به سرزمین های دور و غیر بومی گسترش یافتند به همین دلیل دولت اوباما مجموعه کاملی از داده های آماری بهداشت و سلامت را در اختیار پژوهشگران قرار داد تا راههای مقابله موثر با این تهدیدها را بیابند هدف رئیس جمهوری آمریکا از این کار تمرکز بر رشته پیشنهادهایی است که پیشتر در امور انرژی و تغییرات اقلیمی صادر کرده بود اما مخالفان میگویند استفاده از انرژی های پاک قیمت کالاها و خدمات تولید شده را بالا خواهد برد هزینه عمل نکردن بیشتر از هزینه اجرای این قانون است اختیارات پیش بینی شده در قانون هوای پاک میزان کربن تولید شده در کارخانه هایی را که با زغال سنگ کار می تعیین و تنظیم خواهد کرد. منتقدین میگویند اجرای این قانون بر رشد اقتصادی آمریکا اثر منفی خواهد گذاشت شیده رضایی صدای آمریکا